ایام ایام بهار رو نوروز رسالتش رو که زدودن رنگ پژمردگی و اندوه از سیمای آدمیان و در آمیختنش با روح شاد و جان بخش طبیعت می باشد با قدرت انجام میده. در کلاس درس طبیعت بار دیگر با او پیمان وفا می بندیم و امانت عشق را به ودیعه می گیریم که هرگز نمیریم. آره معلومه که زهرا رو می شناختم. هیچ وقت لبخند از لبش نمی رفت. از کسایی بود که وقتی نتونستن زیر شکنجه ازش حرف بکشن و مقاومتش رو بشکنن به واحدهای مسکونی بردنش. حتما که راجع به واحدهای مسکونی و جنایاتی که اونجا انجام دادن و بلاهایی که بر سر زندانیان آوردن زیاد شنیدیم و حتما هم شنیدی که محدود نفراتی بودن که از اون همه فشار و شکنجه سالم برگشتن. زهرا یکی از همونا بود، مثل مهین و شکر و سهیلا. اون هم سرسخت و سربلند برگشت. چندین روز پیوپی زهرا رو می بردن و خودش از جنایتکاری به نام موسی کاظمی با نام مستعار زمانی نامی بود که خیلی اصرار داره که حتما باید زهرا اعدام بشه. هر کس حدسی می زد. ناهید می گفت حتما چون آثار شکنجه های زیادی بر بدنش داره. محشید می گفت نه، برای این که نتونستن اون رو در واحدهای مسکونی شکست بدن و حالا دیگه سند زنده و گویایی برای افشای اون همه جنایت و قصابته، می خوان به هر قیمت اون رو اعدام کنن. ولی تو این وسط من با نظر پروین موافق بودم که می گفت همه اینها به جای خود، ولی زمانی و بقیه جنایتکارها زهرا رو خوب می شناختن و فهمیدن که این سر پرشور و این روح شیدا اگه روزی از میله های زندون رد بشه یک راست خودش رو به بچه های ارتش می رسونه. و اون وقت این بهار رو هم با خاطرات خوب و بد گذشته بسر می کنم و از خداوند می خوام که همراه با دگرگونی در طبیعت توفیق تغییر و تحول درونی رو نیز به من بده تا از کاروان پرشور و عظمت طبیعت و قهرمانانمون عقب نمونیم که شنیدن حتی ذره ای از ایثارگری هاشون روحم رو آتیش میزنه. ایام ایام بهار رو نوروز رسالتش رو که زدودن رنگ پژمردگی و اندوه از سیمای آدمیان و در آمیختنش